به دروازه های او با حمد بیایید و به سحنه های او با تسبیح او را حمد گویید و نام او را متبارک خانید آمین امروز خداوند از آسمان شما رو قوتی تازه میبخشه امروز خداوند اینجاست که خستگان رو جانی دوباره ببخشه امروز خداوند اینجاست که به تمام ماتمیان تسلی بده روح خدا ما رو به راههای راستی روح خدا ما رو به مسیرهای سلامتی روح خدا ما رو به مسیرهای کشف کلام خدا روح خدا ما رو بلند میکنه ما رو احیا میکنه ما رو تبدیل میکنه مکاشفه میده وعده خداوند هست که مرد و زن عادل هفتاد بار میفتن. اما خداوند افسادگان رو بلند خواهد کرد نام ایساس که تبدیل میکنه نام ایساس که شفا میده نام ایساس که دعای ما رو به آسمان میبره نام ایساس که ما رو لایق میکنه فرزند داشتیم نام ایساس که باعث میشه ما اصلا جرأت کنیم به آسمان سرمونه بکنیم بالا یک قطره از خون او کافی تمام گناهان تو رو تمام خطایای تو رو تمام اشتباه های تو رو تمام اسارت ها و تمام لعنت ها تمام بدبختی ها تمام ناله ها و تمام بیماری های تو رو پاک بکنه همون نامیه که خدا به عیسی داد تا هر زانویی در مقابلش خم بشه و هر زبانی اقرار کنه که تنها عیسی خدا بنده. نامی موفق تمامی نام ها موافق تمامی سلطنت ها و ریاست و قوات چرا افسردی؟ چرا نگرانی؟ چرا ناامیدی؟ آنکه زیر اقتدار خدای قادر مطلق می ایستد و می نشینند در امنیت خواهد بود بلای در روز تا اون در شب تید در تاریکی به او آسیبی نخواهد رسید از شیر بچه و ما رو افعی خدا رو محافظت می کند همه روحی که ایسا را پس از مرگ از مردگان برخیزانید همه روح همه روح قادر هست امروز تو را از تمام اون قسمت که داری درد میکشی بلند بکنه تو را آزاد بکنه. پس اکنون پس الان پس امروز پس همین الان به سوی تخت فیض ایسا بدو سوگذار خداوند هستم به نام عزیز عیسی مسیح صلح و سلامتی خداوند رو به تک تک شما اعلام می کنم پنتیکاست رو به شما تبریک میگم عزیزانی که راه دور و نزدیک هستید برکت خدا با شما باشه به نام عیسی مسیح آنچه که امروز خدا میخواد با قلب های ما صحبت بکنه امروز میخوان در پرستش خواب بگیریم امروز با یه ایمانی با, با یک ظرف می اومدیم و هر کدوم از ما با یه یقینی با یه باوری با یه پیش باوری برداشتیم اومدیم تا امروز خداوند قرار کاری در زندگی ما شروع بکنه کاری که قرار ادامه پیدا کنه آمین خوش آمد میگم به مینیستری اعلام زنده ویژه برنامه پنتیکاس باشه که خداوند امروز آنچه که میخواد با ما در میون بگذاره با ما انجام بده به قدرت نام عیسی مسیح هللویا در این پنتیکاس اتفاق بیفته پنتیکاس فقط یک تعلیم نیست پنتیکاس یک داستان و یک قصه ای نیست که در واقع ما از کتاب مقدس شروع کنیم یک قصه و داستانی برای خودمون شروع کنیم سالی یک بار داستان ها رو به نوعی مرور بکنیم که چه اتفاقی افتاد و چگونه در واقع گذشت پنتیکاس فرصتیه برای تحمید روح پنتیکاس فرصتیه برای پری روح پنتیکاس فرصتیه برای به امخای خدا وارد شدن پنتیکاس فرصتی برای دریافت عطای روحانی پنتیکاس فرصتی برای تجهیز شدن از قوت روح خدا آمین چون رول القدس بر قوت خواهی یافت قوت خواهی آف. قوت خواهی قوت خواهی یافت آمین هللویا قوت خواهی یافت حکمت خواهی یافت مکاشفه خواهی یافت تسلی خواهی یافت چون روحالقدس بر تا آیت تبدیل خواهی شد و ثمرات رو و میوه های رو در تو فراوان به وجود خواهد چون قول القدس بر توایت زندگی تو تبدیل میشه تا بتونی دیگران رو تبدیل کنی امسال به طور تو خاص توی قلبم هست جای پنتیکاسی صحبت کنیم که به سرزمینمون مربوطه پنتیکاسی نیست که فقط مال منه پنتیکاسی نیست که فقط دلم خوش باشه امروز اومدم قوت روح بگیرم امروز قرار خدا سرزمین ما را به واسطه این تجربه تازه در پنتیکاس آزاد کنه امروز خدا مردان و زنانی پر از قوت و مس هللویا جاری کنه که وقتی تو خیابون ها راه میرید وقتی تلفن میزنه با یک نفر تصویری صحبت میکنی به قدرت نام عیسی اعلام بکنی آزاد چه آزاد بشه به نام عیسی وقتی دعا میکنی در قط بشه و قطع بشه وقتی فرما میدی به نام عیسی مسیح هر و مذهب بره بیرون اجازه بده که گوش های شخص باز بشه تا بتونه بشنوه که حقیقت چیه و نجات پیدا کنه امروز تو تجربه ای به دست بیاری از قوت روح که کلام تو قدرت عظیمی آتش خدا دهانت بیرون بیاد امروز قرار تجربه انجام بدی که خدا از تو رهبرانی بسازه که هللویا وقتی حرکت میکنی هللویا یه جایی تاثیر بذاره یک جایی روی زیگندن زندگی دیگران رو قلب دیگران رو موقعیت دیگران رو بدبختی دیگران رو بیماری دیگران یه بذاری امروز اومدی تا این پنتیکاست رو تجربه کنیم آمین چون روح القدس بر تو آیت تبدیل خواهی شد هللویا و قوت خدا بر تو سایه خواهد افکن محبت و مهربانی و خوشی و سلامتی صبر نیکوی و ایمان و فروتنی در تو نمایان خواهد شد چون روح القدس بر تو آید از اسارتات آزاد میشی چون روح القدس بر تو آید از و لعنتات آزاد میشی چون روح القدس بر تو آید هاللویا اون هفت بود روح خدا در زندگی تو جاری خواهد شد روح حکمت روی مشورت روی قوت معرفت روح فهم و درایت روی خوشی خداوند و روح احترام و خدا ترسی در خداوند در تو ساکن خواهد شد چون روح القدس بر تو آید قوت خواهی یافت مس خواهی شد تبدیل خواهی شد و باعث تبدیل سرزمینمان ایران خواهی شد چون رول بر تو اگر سرزمینی قرار تبدیل بشه تمام تبدیل به واسه کار روح قدوس خداست وقتی نگاه میکنه شاگردان قوت روح پر شدن هللویا میگه هر جا که میرفتن زیر رو میکردن اونجا صحبت از یک یک انقلابی انگار صحبت از یک شورشی میشد یه چیزی منقلب میشد یعنی زیر رو شدن چی زیر رو میشد چاریکی باید میرفت پایین هللویا قوت خدا مینمایان میشد بودکده ها فرو بریزن به نام عیسی مسیح و جلال خدا نمایان بشه به جای از آنها به نام عیسی ساکت صدای لوپراز و پرستش خداوند ورشیف خدا به آسمان بلند کرده بشه این اون چیزیه که پنتیکاس به همراه خودش میاره پنتیکاس یه داستان نیست یه قصه نیست پنتیکاس یه تجربه عمیق با روح قدسه هللویا وقتی کلام خدا رو نگاه میکنیم در اول سمویل باب ده آیه 6 تا 9 رو نگاه میکنیم اونجا میبینی چند حال یک مردی رو که در واقع پسر قیس شاول قد بلند قد بالای بلندی داشت پدرش در واقع یا نگاه میکنه چیزهایی که در واقع تمام انوالشون بود یک سری ببخشید اولاغ بود و این اولاغ به نوعی گم شده داستانش خوندید و نگاه میکنه در واقع میگه تمام دارایی ما انگار در واقع بنز بی ام و پرشش در واقع همه گم شده اومدن معلوم از کجا رو افتاده رفته و یک آن به بهش میگه که چه نشستی بلند شد تمام آنچه که داریم از بین رفت همش در واقع نابود شد برو دنبالش بگرد هرچی میره میگرده و میگرده و میگرده و میگرده در واقع احساس میکنه که پیدا نمیکنه این زمان هایی که تو زندگی هرچی میگرده میگردی میگردی که گم شده ها تو شادی گم تو امید گم تو یا شخص داشته گم شده تو هر چیزی که فکر میکنی داشتی ولی گم شده ای hey, دنبالش میگردی میرم گردم ببینم کجا پیداش کنم. شاید اونجا در باغ باشه از اینجا باشه از اونجا باشه میرم سراغی شاید یه ذره محبت گم شده پیدا کنم میرم یه ذره امید یه ذره خوشی یه ذره دلگرمی یه ذره خانواده گم شده رو به دست بیارم دائم دنبال یه چیزی هستی که یه چیزی که گم شده رو به دست بیاری تو زندگی های ما با, با هم چیزهایی به وجود میاد که گم شده احساس میکنیم زمانی با زندگی میکنیم گم شده دنبالش میگن که برم پیداش کنم و خدا و از این گمشده ها استفاده کرد تا امروز من و تو در مسیح نجات پیدا کنیم ما همه دنبال یه گمشده ای می میگشتیم و دنبال این میگشتیم که یه ذره شادی یه ذره امید یه ذره قوت یه ذره سلامتی یا به هر چیزی دنبال چیزهای دیگه که نداشتی اومدی که ببینی در واقع شاید به دست بیاری اما چیزی که پیدا کردی عیسی مسیح بود آمین و اینجا با یه مرد خدا روبرو میشه به نام سموئیل و در واقع بهش میگه آیا اینجا این مرد خدایی نیست کسی نیست که در واقع از سیستم ساتلیت آسمان استفاده کنه از استفاده کنه نویگیشن از نبی نبی هر از آفرین میکنه که از بالا میگیره دیگه یه نویگیشنی وجود نداره که در واقع بیاد یه چیزی رو ما بگیریم ازش بگیریم که در واقع بینه در اونجا چه اتفاقی میفته میگه چرا یه مرد خدایی هست به نام سموئیل وقتی میرن پیشش که به هر حال ما رو دیدی خیلی مواقع ما میریم پیش یه نفر دعا میکنیم دعا میکنی؟ برادرم میشه برای من دعا کنی؟ ببینم اون زوجی که برای من در نظر گرفته خدا چه شکلیه یکی یه بار اومد به من گفت بعد میشه برای من دعا کنی؟ گفتم برای چی؟ گفت برای اون زنی که خدا میخواد به من بده چه طوریه؟ گفتم مثل پلو تو دوریه گذاشته دم بکشه چی؟ دنبال چی اومدی بگردی؟ این همه صف تو صف ایستادی برای دعا کنم که بعضی ما ما دنبال معلوم چه چیزایی میگردیم و بعد میاد این سوال میکنه میگه ما یه چیزی گم کردم اومدم پیش تو آیا تو ازش خبر داری گفت یه چیزی مهمتر از گم شده هات برات دارم خدا میخواد زندگی تو رو به پادشاهی تبدیل کنه خدا میخواد تو یک رهبر بسازه خدا میخواد تو یک شخص تازه بسازه خدا میخواد تو استفاده بکنه این قرم شدن الاغ بهانه است که تو با خدا ملاقات کنی همه این حرفا بهانه است خب تا عیسی رو پیدا بکنی شک میشه من بعدم دنبال الاغ اومدم به حال ببینم یه همسری چیزی به هر حال مقایسه نکنید منظورم اونی واعظ در تمثیل صحبت میکنه دیگه بعد آقا یه چیزای پشت سر هم قرار میگیره که شاید با هم رابطه نداشته باشن دنبال شادی دنبال یک چیزی میگرده دنبال امید میگرده دنبال اقامت میگرده بعضی میگه دنبال سلامتی میگرده برم روی یکی برام دعا کنه حتی دنبال یه آزادی میگرده اما جالب است سمولی چی بهش میگه نگاه, نگاه کن اون چیزی که دنبالش میگرده بهت میدم اما خدا یه چیزی بیشتر از این برای تو میخواد اون علاقات رو بهت میدم علاقات سمبل نیازه امروز خنده داره برای اون موقع در واقع عزت و افتخار بود داشتنش با کلاسی بود یک نوع بیزنس محسوب میشد یک چیزی بیشتر از این میخوام بد بدم شاول خدا رو به پادشاهی قوم اسرائیل انتخاب کرده یعنی فیض من دنبال چی میگشتم خدا بیش از اون به من داد اگر امروز اینجا هستیم دنبال چیزی نباشیم که میشه به من یه چیزی بده خدای امروز به من سلامتی بده میگه بهت میدم مشکل من با سلامتی توری من خدای سفار خدای میشه به من یه کار بدی میشه برای من در واقع اقامتی بدی میشه به من یه خونه پیدا کنی میشه به من یه درآمدی بدی میشه برای من میگه این نیازها میگه کدوم پدره که بچهش از اون نانی بخواد و به دو سنگی دهد من اینا رو به تو میدم اما چرا درگیر چیزهای کوچک روزمره زندگی شدی؟ من چیزهای بزرگتر برای تو میخوام به جای اینکه دائم بگیری 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 بگی من میخوام تو رو تبدیل به شخص دهنده بکنم پادشاهی که با سخاوت میده نه فقط بگیره 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 من تو رو برای این دعوت کردم و خداوند بهش میگه میگه اما خوب گوش کن این مرد شک میشه واقعا خوابم یا بیدارم من دنبال چی میگشتم من هرچی میگم بعضی ها مثلا یادش یه شعر میفته خوابم یا بیدارم خب این دیگه خودتون میگی به من ربطی نداره میگه از اینجا که داری میری به یه دی برخورد میکنی اینا مرد خدا هم. و اینا انبیایی هستن که دارن پرستش میکنن اونجا داره میگه دارن نبوت میکنن بعضی ما آقا میگه یه گله آدم نبوت میکنه اصلا که گوش میکنه همه برخوش نبوت میکنن نبوت در حال برای یک چی است ما دو نوع پن نبوت داریم که بعضی موقع با این دو نبوت کسی زیاد آشنایی نداره یه مثلا صد نفر دارن نبوت میکنن خب بگه یکی نبوت کنه بقیه گوش کنن تا یکی دیگه مزمور بگه اونها گوش کنن یکی شهادت میده اونها گوش کنن هر کسی یه چیزی میگه همه گوش کنن و کلیسا در واقع تشخیص بده آمین بگه حالا یه صد نفر با هم دارن نبوت چی میگن اینا ما یه یعنی نبوت داریم که نبوت پرستشیه که روح خدا وقتی میاد کار میکنه کلام خدا میگه در روح پرستش کن در عقل پرستش کن در روح دعا کن در عقل دعا کن یه جای ما در عقل دعا میکنیم در عقل پرستش میکنیم چرا چون که سرودو بلدیم متنشو بلدیم قبلا گفتیم به میگن در واقع پرستش در عقل تو میدونی داری چی میخونی سروده رو از قبل بلدی میفهمی موضوع رو به تو دادن موضوع دعا رو به تو دادن این بهش میگن در عقل دعا کردن بعد نیستا که فکر کنیم مثلا بده در عقل دعا کردن یعنی عقل من میدونه شعور من میدونه به من لیست دعا دادن به این میگن که در عقل دعا کردن میگه در عقل دعا کن در روح دعا کن در روح چیه دیگه تو لیستی نداری روح القدس به تو موضوع رو میده وقتی سرود رو تو بلدی داری میخونی میگه در عقل سرود میخوانم اما وقتی یه دفعه یه دفعه یه زمزمه ای می میاد یه دفعه شروع میکنی یه واژه‌ای زیر زبانت شروع میکنی به تمجید خداوند و بعد احساس میکنی یه آهنگی هم میاد روش و شروع میکنی زمزمه کردن به این میگن پرستش در روح حالا این چندصد نفر حالا هر چه تعدادی که بودن اینها چگونه نبوت میکردن و پرستش میکردن و هم با هم دیگه یکی از تمرینایی که در واقع تو مدرسه انبیا اتفاق میافتاد یه دفعه یک نفر یک واجه ای رو شروع میکرد به زمزمه کردن یه دفعه یک نفر دیگه در روح این واجه رو میگرفت و مکملش یه چیز دیگه می‌گفت. بعد یک نفر از اون بر میومد یه واجه رو ادامه میداد یه جمله دیگه می‌گفت. دیدید بعضی مواقع شما یه بازی وجود داره شما یه کلمه میگی بعد نفر بعدی یه کلمه دیگه بعد یه نفر بعدی و نفر آخر دیگه همه رو بعد جمله رو در واقع حفظ میکرد بیچاره همشام میسوخت خب <تص> چون یکی یادش میره حال از این کلمات و مثل, ای مثل این صد جمله و واجه ها پشت سر هم چرا؟ چون رهبر ارکست روح القدسه و اون در واقع واجه ها رو اون میده و بعد یه دفعه اون در واقع نوازنده و اون بربت و این شروع میکنه ریتم گرفتن بر اساس اون نوتی که در واقع روح القدس داره میده این یه چین میزنه بعد اون هم شروع میکنه یه چیز کناری زدن بعد اون یکی شروع میکنه زدن بعد اون یکی شروع میکنه یه دفعه روح خدا میریزه ببینه شعر اومد آهنگ اومد آهنگ سازیش اومد پرستش و یه جماعتی دارن پرستش میکنن به این میگن نبوت چرا چون یه عده اینگونه نبوت میگردن ما این چیزی نداریم و خیلی سخت بود چرا چون قرار بود تو مدرسه انبیا رشد بکنه شاگردم یه مسیح معمولی نبود مدرسه انبیا بود و شنیدن از خدا رو یاد میگرفت حالا به هر حال میخواستم فقط براتون بگم که بعضی موقع ممکن بود تو ذهنتون یا همیشه میخونیم میگین یعنی چی چند صد نفر دارن برای کی نبوت میکنن میگه وقتی داره میری ببین این جماعت روح خدا داره از طریق اینا سخن میگه روح خدا داره از طریق اینها از ناله های دل خدا با مرو داره از ناله های دل ایشان نزد خدا پرستش میکنه و از قلب خدا با اینها در میون میذاره داره پرستش شایسته در واقع پدر رو در واقع به اینو تعلیم میده تو این مسیر میگه وقتی میری یان یه دفعه رو خدا بر تو خواهد اومد میگه به اینا که برمیخوری اون ابر جلال خدا اون حضور خدا اون هیبت روح خدا که همه اینا رو فرا گرفته مست روح القدس شدن مست در واقع اون حضور خدا شدن یه دفعه وقتی تو میری تو رو فرا میگیره امروز قرار خدا همچی تجربه ای رو ما داشته باشیم که وقتی روح خدا داره میریزه آتش خدا میریزه قوت خدا میریزه هر کسی که اومده اینجا و نمیدونه چه خبره اینجا بریم ببینیم چه خبره شاید اولین پنتیکاسته که تو زندگی داری حضور داری همچی جایی هست اما به نام عیسی اون روح خدا تو رو فرا بگیره هللویا و شروع کن به شخص دیگه ای تبدیل شدن میگه روح خدا بر تو خواهد آمد با ایشان که چگونه خدا کلماتش رو بر زبان تو خواهد گذاشت روح خدا از زبان تو استفاده کرد خدا از تو استفاده خواهد کرد نه فقط به عنوان پادشاه که بلکه به عنوان صدای خدا هللویا بشنوی جالبه کسی که داره میفرستدش مثل سمویله یعنی شنونده صدای خدا اما من فقط نبی این کشور نیستم نبی این اسرائیل نیستم خدا میخواد با تمامی اسرائیل خدا میخواد با تمامی کلیسای ایران صحبت کنه این دعوتی که خدا اینجا داره به این مرد میکنه برو و وقتی میره اونجا میگه روح خدا بر او میاد و شروع میکنه نبوت کردن و میگه خدا قلبی تازه به او داد زندگی او رو عوض کرد جایی که روح خداست اونجا تبدیل جایی که پری روح تعمید روح قوت روح میاد تبدیل انجام میشه خیلی مواقع شبانا تلاش میکنن هی hey, مشاوره هی hey, صحبت هی hey, مشاوره هی hey, بشارت هر چی میکنیم بشارت میدی یه جلسه دو جلسه صد جلسه پنجم ولی ایمان نمیاره مشاوره مشاوره میدی به دردش نمیخوره خانواده خانواده مشاوره میدی به درد نخورد آخر کار اینا هیچی چی به دردشون نخورد انگار بقول کردن که, که هر چی میریزی روش سوراخ و میره شاید کسایی که خدمت کردن میدونه یه جو خسته میشی و و بریدم دیگه تمام وقتمو گرفت هرچند بهت میگم که گوش نمیکنی به دردتم هم که نمیخوره اینجا احتیاج به قوت روح داره اینجا دیگه مشاوره نده اینجا دیگه چیزی نگو دعا بکن به نام عیسی دعا میکنم که قوت روح خدا بیا به تو فهم بده به تو مکاشفه بده که زندگی تو چجوری جمع بکنی زندگی تو چجوری حرکت بدی خدا میخواد که در واقع ما با روح او رابطه عمیقی داشته باشیم و به همین دلیل میگه به شخص تازه تبدیل خواهی شد به شخص دگرگونی تبدیل خواهی شد و بعد از اون یک روح خدا بر تو میاد دو نبوت میکنی سه دلتو عوض میکنه چهار هللویا خدا از تو استفاده میکنه هر جا دست تو دراز بکنی خدا با تو خواهد بود هر جای قدم بذاری خدا با تو خواهد بود هر جایی که صدا تو باز کنی خدا با تو خواهد بود این اون چیزیه که خدا امروز میخواد ما تجربه بکنیم زندگی ما تبدیل بشه قلب ما عوض بشه هللویا اونجاست که میبینیم خدا از طریق تو چطوری کار میکنه اونجاست که میبینید سرزمینمون رو چگونه عوض میکنه دیگه احتیاج نیست با مردم کل کل کنی برای بشارت وقتی روح خدا وقتی تو کلام حکمت به اون میگی یه کلام نبوت بهش میگی زندگیش زیر رو خواهد شد بارها مبشرین وقت میزنن صحبت 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 صحبت, صحبت, صحبت خیلی خوبه به حال ایمانش شنیدن میاد اما یه جاهایی هم میبینی صحبت ها جواب نمیده حتی مشاوره جواب نمیده چون خدا میخواد اجازه بده بدون قوت روح نمیشه بشارت بدون قوت روح نمیشه مشاوره بدون قوت روح نمیشه شبانی بدون قوت روح نمیشه تعلیم به قوت روح بدون قوت روح نمیشه خدمت دیگران به بدون قوت روح نمیشه اما چون رول بر تو آید قوت خواهی یا میکنی آنچه که عیسی کرد اینو ما احتیاج داریم خدا امروز ما رو خوانده که در واقع همچین تجربه ای رو داشته باشیم پیغام کتاب اعمال رسولان یا بهتر بگیم اعمال روح قدوس. بعضی مواقع ما, ما این این اصطلاحات رو خب در واقع معلمین یا مترجمین کتاب مقدس که داشتن کتاب اعمال روح القدس اما این کتاب رو باید اسمش رو بزنن کتاب اعمال روح القدس نه اعمال رسولان چون که روح خدا هست که داره کار میکنه ما فقط یه ابزاریم ما فقط یه وسیله ایم عمل کننده روح القدسه همچون یه نی هستیم که اون دم روح القدس میاد و اون صدای اگه زیبایی داره میاد به خاطر اون نوازندشه من بارها شده نمیدونم شما نمیدونم من فلوت گرفتم هر چی هر چی صدا میزنی دست یک نفر میاد دست میزه روش قشنگ مینواز من هر چی میزنم هیچی چرا چون موضوع این نیست که در واقع اون نی بده یا اون نی خوبه نوازنده میخواد ما اون نهی هستیم که در دست روح خدا وقتی مینوازه اجازه میدیم که اون نیخ اون دم خدا در زندگی ما عمل کنه و صدای زیبای خوش روح خدا به گوش مردم برسه خدا میخواد از ما به عنوان یه ابزار استفاده بکنه به همین دلیل اینجا کتاب اعمال روح القدس نه اعمال رسولان اما این کتاب جالبه صحبتش تبدیل شدن توسط روح القدسه تبدیل کردن دیگران با مس روح القدس تبدیل شو با مس خدا تبدیل کن آمین خدا میخواد که ما تبدیل بشیم و سرزمینمون رو تبدیل کنیم خدا میخواد با مس کار بکنیم خدا نمیخواد در واقع که ما فقط با خشک و بیحال و بی رمق و در واقع یه شخصی میگفت رفتم بعد برام دعا کن میگم چرا میگه حالم خوب نیست یه مبشری بود میگم خب باشه بیا با هم دعا کنیم براش دعاشم دعا, دعا میکردم هدایت شدم خداوند هر چیزی که او رو عذاب میده یک احساس کردم که یه ناامیدی یه مثل شدگی یک یک ضعفی روشه بعد که باش دعا کردم گفتم چته گفت با یه نفر داشتم صحبت میکردم راجع به عیسی داشتم راجبه به کار خدا راجع به تبدیل بعد یان به من گفت آیا تو خودت چادی داری میگه صادقانه بگم سکوت کردم دیگه نمیخواستم دروغ بگم بعد خیلی به خودم اومدم چرا من اینطوریم و بعد جالبه داشتم می‌گفتم گفتم خدامندا هر چیزی که زندگی مرد رو خوش کرده زندگی مرد رو یخ زده زندگی مرد رو فریز کرده به آتش حضور گرم کن خداوند میخوام اون چیزی رو که او از تو از دست داده دوباره به دست بیاره و توی دعای این هدایت برای او پیغام نبوتی بود که دقیقا اون چیزی که میخواستم رو شنیدم چون رو بر تو قوت خواهی یافت مسیح قبل از اینکه به آسمان صعود بکنه عملا بهتر بگیم ده روز پیش که روز پدرم بود قبل اینکه به آسمان صعود کنه میگه شاگردان چه صدا زد یازده تا شاگرد بودن یکیشون که در واقع رفته بود به حال دیگه هاویه صداشو میزنه و میگه که من میخوام برم بری در اورشلیم بمانید بری در اورشلیم بمانید بری در اورشلیم بمانید چرا بریم تو اورشلیم بمونیم خب مگه توی چند وقت پیش توی باب بیست انجیل یوحنا ما رو یه بار جمع نکردی تو و به ما گفتی روح القدس رو بیابی و بر ما دمیدی چرا برم حالا تو روح برم بشینم دوباره مگه به من ندیدی تو باب 20 آیه 22 یوحنا عیسی خودت دمیدی به ما چند وقت پیش بود یادت وقتی رخت کرده بودی بر ما دمیدی پس چرا با باید این دوباره در اوشالیم بمونیم چرا باید منتظر باشیم ما که رول قدس رو داریم و چی میخوایم دیگه بذار بریم یه کاری انجام بدیم میگه بله رول قدوس داری وقتی ما ایمان میاریم به عیسی مسیح رول قدوس داری و تولد و تازه پیدا میکنیم شاگرد میشیم اما چون رول قدوس بر تو آیت قوت خواهید که شاهد بشی بین شاگرد و شاهد دو تاست معمولا وقتی شاگردها رو نگاه میکنی شاگرد فقط میگیره و میگیره و میگیره از استادش از رابیش میگیره و میگیره و میگیره و میگیره اما شاهد فرقش چیه شاهد میبینی که شما را صدا میزنن یه واقعی اتفاق افتاده میگه بلند شو ببینم میگه چیه میگه نگاه کن تو اونجا بودی به من بگو ببینم چی دیدی چی شنیدی چی لمس کردی چه اتفاقی افتاد مو به مو برای ما تعریف کنی بهم یه شاهد درسته وقتی شاهد رو میبرن برای این کار دارن شاگرد چه کار داره میکنه شاگرد فقط نشسته داره گوش میکنه فقط داره علم میاندوزه داره دریافت میکنه اما در واقع شاهد مثل یه آینه است قرار تمام تصویرهایی رو که داخلش دیده شده رو دوباره برگردونه به دیگران دوباره نشونشون بده مثل یک آینه عمل میکنه تمام آن چه که تجربه کرده رو باید بگه هرچند بعضی موقع بعضی موقع ما میترسیم وقتی مثلا یه شاگردی مثلا یه شاهد میخوان میگه فلان تو بیا شاهد من ول کن چه کار داریم شر میشه برامون بریم با شهادت بدیم دیدی شنیدی تجربه کردی همه چی رو میدونی اما میترسم برم شهادت بدم میگه برای من دردسر میشه بابا کن سری که درد نمیکنه برای چی دست مال ببندی رهاش کن بره همین کاری که پتروس کرد تجربیاتی که در واقع آیه عیسی رو میشناسی کی هم. کی کجا نه برای چی شهادت بدم گیر ببون میدن بابا دیگه نکرد شهادت نداد گفت نمیخوام میرم شهر برام میشه میرم پاسکو، انگشت نگاری میکنم هی هر رو همین دادگاه پرونده سازی بیاد کن بگو، من یک کلام بگو ندیدم، نشنیدم، لمس نکردم، خودتو راحت کن. جالبه یه شاگرد بارها شده دیدید، درس خوندید، بلدید بعد میری امتحان میخواید بدید بعد نمرت بد میشه بعد میگی چرا نمرم بد شد سر کلاس بلدی یا مثلا میخوای بری زبان خارجی یا هر زبانی میخوای بری امتحان بدی همه رو بلدی اصلا یه جوری زبان بند میشه میخوای بنویسی امتحان رو نمیدونی کلی هم خوندی میبینی نمیتونم امتحان بدم داری این شاگرد داره اما نمیتونه بده چرا چون باید گواهی بده بر خوانده هاش باید گواهی بده بر داشته هاش باید گواهی بده بر اینکه من درس خوندم من بلدم اما نمیتونه به همین دلیل وقتی روح القدس اونا گرفتن شدن شاگرد اما چون روح القدس بر تعمید روح بگیری پری روح بگیری تبدیل به شاهد میشی میتونی اون چی که داری رو اون چی که خوندی رو اون چی که تجربه کردی رو انتقال بدی این فرقشه به خاطر میگه برید در بمانید تا تبدیل به شاهد بشی اگر نمیتونی چیزی تو زندگی خیلی از مسیحی در واقع محبت خدا رو دارن نمیتونن انتقال بدن فیض خدا رو دارن نمیتونن انتقال بدن کلام خدا رو دارن نمیتونن انتقال دارن چون احتیاج به روح قدوس داریم چون روح بر تو آیت قوت خواهی یا که یاد گرفتی به شهادت انتقال بدی شاهد کارش همینه آنچه که دیده و شنیده و تجربه کرده با دیگران در میون بذاره و این چیزی که در پنتیکاست اتفاق افتاد به همین دلیل شاگردان داشتن شنیده بودن با عیسی بودن اما اون قدرت انتقالی که باید داشته باشن اون مسی که باید میومد تا انتقال میدادن اینو کم داشتن عیسی گفت برید تا اینو تجربه کنن این دقیقا همین اتفاقه همین چیزی که عیسی داره میگه چون روح بر تو قوت خواهی یافت تبدیل میشی از شاگردی به شاهد بودن آمین زندگی مسجدی یعنی تاثیر گذاشتن روی دیگران زندگی که تبدیلش میتونه زندگی دیگران تبدیل کنه کلام خدا میخواد که ما تبدیل بشیم و تبدیل کنیم ایمان دارم که کلیسای ایران خوانده شده که دنیای تاریکی رو جهل و خرافات و بت رو روح پرستی رو امامزاده پرستی رو فرو بریزه بارها گفتم و بازم دارم میگم خدا رو شکر برای هر کسی که برای سرزمین ما قلب داره شکر برای هر کسی که ایران رو دوست داره شکر برای هر کسی که دوست داره ایران رو بسازه شکر برای هر اپوزیسیونی که واقعا میگه دوست دارم و واقعا هم دوست داره آمین که خدا راه ها رو برای اینها باز کنه اما هر اپوزیسیونی که بیان با بوت ها و با, با با دیوهای ایران میخوان چه کار بکنن این رو با دیوها میخوان چه کار کنن با روح ایزابل میخواد چکار کنه با روح مامون میخواد چکار کنه اصلا نمیدونن چیه کنفه یکونشون میکنن یکی از دلایلی که هنوز اپوزیسیونان نتونستن به یک جایی برسن ما هی داریم میگیم با مردم آقا، مردم ایران آقا ایرانی ها ول... آقا ایرانی ها اصلا عوض نمیشن آقا ایرانی ها بابا نمیان نمیریزن تو خیابون آقا این ایرانی ها... با هم متحد نمیشن آقا ای ایرانیا همش درد شده ایرانی ها نه دیوهایی که تو ایرانه نمیذاره هی به ایرانی گیر ندید این دیوهاست که روی ترس و رو خانواده ها و خانواده ها به بچه هاشونو میگیرن نرو بیرون این دیوهاست که در واقع همه چی رو زیر و رو میکنن دیوهاست که اسیر میکنن دیوهاست که زندگی ها رو بستن دیوهاست که هر چیزی رو تغییر میدن و خود اپوزیسیون هم موندن میگه ما آماده ایم داریم میریم داریم میریم داریم میریم داریم میریم یه دفعه میینه همه چی به هم خورد بعد میشینن نگاه کنن چی شد واقعا دوستاشم ببینن شما ای که اپوزیسیون هستید شوک نشدی ما که شوک نشدیم شما شوک نشدید که چی شد یه دفعه همه چی تغییر پیدا کرد؟ چون بلد نیستید. چون نمیدونید. چون نمیشناسید. چون نمیتونید قدرت رو بیرون کنید. شما احتیاج به کلیسای ایران دارید. ایم. کلیسای ایرانه که دنیای تاریکی رو میشناسه. ایم. کلیسای ایرانی که بعد آسمان رو باز کنه. کلیسای ایرانه که بعد صدای ندا کننده در بیابان باشه که راه خدا رو هموار کنه. ایم. کلیسای ایرانی که خوانده شده دیوها رو در واقع فرار بده از اونجا بود پرستی رو فرو بریزه این کار کلیسای ایرانه چه رول قدر پرتا تو آید قوت خواهی یافت تغییر بدی جو روحانی یک سرزمین رو آمین به همین دلیل پنتیکاست امروز نیست بلکه خدا بیش از این میخواد پنتیکاستی که سرزمین ما رو عوض میکنه مثل دو هزار سال پیش زمانی که میگه از ایلامیان و پارت ها و مارت اونجا بودن پدران ما اولین کسایی بودن که تعمید روح رو دیدن و تعمید روح رو تجربه کردن پدران ما اولین کسایی بودن که در واقع دیدن زبانها و در واقع پرستش خدا یعنی چی؟ پدران ما بودن که دیدن پتروس چگونه با شهامت داره دیدن اون سه هزار نفره که داشتن تعمید میگرفتن همه اینها رو دیدن کارهای عظیم خدا رو اونجا دیدن وقتی برگشتن رفتن به سرزمین ما شروع کردن درباره کارهای عظیم فکر میکردن در واقع واقعیه این چیزی که شما میگید از اورشلیم با خودتون برداشتید آوردید زندگی که تبدیل شده در اونها شروع کرد مسیحیت از اونجا رفت از کسایی که در واقع زندگیشون عوض شده بود کسایی که تعمید گرفتن برگشتن تو ایران ایلام و ماد و پارت بخونی در کتاب مقدس در کتاب اعمال رسولان باب دو صحبت میکنه که چه گروهی از پدران ما ایرانی ها اونجا بودن و تعمید روح القدس رو تجربه کردن اونها مسیحیت رو بردن اونها اولین کسایی بودن که ایمان آوردن و اونها بودن که وارد سرزمین ما کردن اون کلیسای اولیه که اونجا متولد شد سوار و شطور و اولاق شد برگشت رفت سرزمین ما و کلام انجیل اونجا برد امروز خدا میخواد در این پری روح کلیسای ایران آراسته بشه برای آزادی سرزمین آمین اگر چیزی امروز به ما هست به واسطه کاری که اون زمان اتفاق افتاد و خدا میخواد از طریق ما نسلی شروع بکنه در سرزمین ما این صدای نداکننده در بیابان باشیم که راه خدا رو هموار میکنیم برای نسل بعد از ما بتونه در این سرزمین در امنیت باشه به نام عیسی دور از هر فرعون و فرعون صفتی چون بر تو آیه خواهیت روی دیگران تاثیر میذاری زندگی که تبدیل شده میتونه زندگی دیگران رو با مس تبدیل کنه وقتی کنار کسی قرار میگیری باید تاثیر روی ضعف او بذاری روی درد او بذاری روی غم او بذاری روی مشکلات او بذاری آمین میگن یه مبشری رفته بود یه دهکده توی آفریقا و بعد با محبت زیادی زمانهای طولانی اینها رو محبت کرد محبت کرد درمان میکرد کاراشون رو انجام میداد به بچه هاشون میرسید زخماشون رو پانسمان میکرد هر چی که میتونست این دهکده رو محبت کرده بود و این دهکده هم خیلی خیلی دوست داشتن اما وقتی راجع به عیسی باشون صحبت میکرد که ایمان بیارن ایمان نمی آوردن و بعد یه روز یه رئیس دهکده بهش میگه که تو چرا ایمان نمیاری به عیسی میگه که آخه تو راجب خدا عیسی صحبت میکنی که ما ندیدیمش ما خدا رو تا نبینیم باور نمیکنیم میگه آخه خدا رو که نمیشه دید خدا نوره هر کس خدا رو ببینه میمیره ما نمیتونیم خدا رو ببینیم میگه خب من حاضرم خدا رو بمیرم ببینم و بمیرم خدا رو به من نشون بده تا من ایمان بیارم میگه با پسر خدا عیسی اومد روی زمین اون چهره نادیده خداست هرکس کس عیسی را دید پدر را دید اون جلال خداست میگه اخو این که گفتی عیسی اون کجاست اونو به ما نشون بده میگه بابا میگه خب من که نمیتونم عیسی با ایمان داشته باشی با ایمان بگیری نه با دیدار خدا ایمان ما رو میخواد میگه نمیدونم چی میگی من تا خدا رو ربینم ایمان نمیارم بعد افسرده و ناامید میگه چیکار بکنم با با اینا میره خونه دعا میکن خدا یه کاری بکن یه جوری یه ملاقات یه نوری یه چیزی نشبی نصف شبی بیا یه تو این دهکده یه کاری بکن به مردم ببینن یه حیوتی یه فرشته یه عظمت یه چی به اینا توبه کنن اینا همه آمادن همه قلب آماده است فقط مونده تو رو ببینن بعد دور قدس یه کلام حکمت بهش میده میگه فردا وقتی رفتی پیش رئیس دهکده ده و از تو سوال کرد ایسا رو به من نشون بده بهش اینو بگو بگو من دیدی؟ بهش میگه میگه آره میگه من ایسان نیستم اما تمام اون محبتی که به شما کردم تمام اون کارهایی که برای شما کردم تمام اون فداکاری که کردم همش ذره ای از فیض خداست که در من ریخته شده همه این که تجربه کردید از جنس فیض است که از طریق من جاری شده بعد نگاش میکنه میگه که اگر ایسا شبیه توه باشه ما ایمان میاریم بهش. وقتی خدا تبدیل میکنه زندگی دیگران تبدیل میشه خدا میخواد اول زندگی ما تبدیل بشه و بعد زندگی دیگران تبدیل بشه آمین خدا میخواد اول در درون ما یه کاری بکنه و بعد توسط ما یه کاری کنه خیلی مواقع میگه خدا من منو به کار بگی منو به, من به کار بگی میگه آمین برو در اورشلیم بمون چون میخوام در تو یه کاری انجام بدم میخوام زندگی تو رو زیرو کنم میخوام روح خدا وقتی میاد زندگی تو رو پر کنه تبدیل کنه دیگه تو نیستی بلکه من در تو زندگی میکنم چون روح القدس بر تو آید تو دیگه شاگرد نیستی تبدیل به شاهد میشی اصلا نمیتونی مخفی کنی نگاه کنن تو آینه همه چی منو میبینن جلال مرا میبینن هیبت منو میره کار عظیم من رو در تو میبینن اصلا تو آینه نمیتونه چیزی رو مخفی کنه نگاه که بکنن لو میره همه چیز یه شخصی چند وقت پیش شهادت نوشته بود دعای ایمان باش کرده بودیم و بعد خدا یه دفعه خیلی زیبا درش کار کرده بود خانواده خیلی مذهبی بعد بعد از تقریبا یه هفته میگفت که برادر نگرانم گفتم از چی گفت فکر کنم خانواده‌ام بو بردن گفتم خب مگه چی شده کتابی چیزی پیدا گفت نه گفتم حرفی زدی گفتم نه گفت نه گفتم چیزی داشتی نگاه می کردیدن گفت نه گفتم پس کجا فهمیدم گفت میگم تو خیلی عوض شدی چیزی شده اول فکرم عاشقم شنگولم بعد فهمیدم نه من فارغم و شنگولم با چه کار کنم؟ گفتم هیچی فقط ازشون بپرس خوبه یا بده؟ گفت خودشون گفتن خوبه ازشون پرسیدم خوبه یا بده حالا بده عوض شدم یا خوب؟ گفتن خیلی خوبه چی شده؟ گفتم حالا بعدا به تو میگم گفتن خبریه کسی اومده تو زندگی گاره یه نفر اومده میگه جیغ زدن تو خونه آره پسر اون میخواد یکی اومده تو زندگیش میگو نفر نه نف... نف... میگم کی اومده تو زندگیم <applause> <applause> نمیتونی مخفی کنی آینه نمیشه چیزی مخفی کرد ازش شاهد میشی وقتی تبدیل میاد همه چیز آشکار میشه نور رو نمیشه مخفی کرد چون بر تو آید قوت خواهی یافت تا شاگردن من بشید آمین با چقدر خوب من وقت دارم برای اولین بار من خیلی وقت دارم من همیشه کم بوده وقت دارم چون بر تو آید وقت زیاد میشه <applause> جالب انجیل مرقس نگاه کنید عجله که ندارید گشنه که نیستید <applause> اوکی نگم اوکی من نمیگم فالوده و بستنی و اینا اوکی تو انجیل مرقس باب 16 آیه 9 به بعد جالب ایسا رستاخیز کرده خوب گوش کنید میخوام کار روال قدس با شما در میان بذارم چی ما کم داریم توی زندگیت میخوای شوهرت عوض بشه میبینی نمیشه میخوای زنت عوض بشه میبینی نمیشه بچه عوض بشه نمیشه جو تلخه میخوای عوض بشه نمیشه دوستی به هم ریخته چی تلاش میکنی درستش کنی میبینی بدتر میشه جاهایی که واقعا گیر میکنی کار اضافی نکن الان بهتون میگم خدا میخواد چه کار بکنیم جالبه میگه که عیسی رستاخیز کرده و میگه زنان اومدن سر قبرو رو دیدن و برو به شاگردان بگو و میگه که آیه 11 و چون ایشان شنیدن که زنده گشته به دو ظاهر شده بودن باور نکردن میگه رفتن گفتن ما عیسی زنده رو دیدیم میگه باور نکردن شاگردان خب و بعد چند آیه میره جلوتر دوباره آیه 13 میگه ایشان رفته دیگران رو خبر دادن لیش هم باز باور نکردن آیه 14 میگه بعد از آن به آن 11 نفر هنگامی که به غذا نشسته بودن به ایشان خب به سبب بی و سختلش رو توبیخشون میکنه خوب گوش کنید عیسی زنده شده میگه سه بار توبیخشون میکنه به خاطر بی ایمانی بی, ایمانی, بی ایمانی. چرا میگه عیسی زنده شده باور نمیکنه عیسی زنده شده دیدیمش باور نمیکنه بابا عیسی زنده است باور نمیکنن. و عیسی میگه که ش... تا توبیخشون میکنه در این قسمت به خاطر بیمانی اما جالبه توی باب 20 انجیل مرقس میدونی که انجیل مرقس باب 16 همون آیه که در واقع شما رو اقتدار بخشیدن به همه ایماندار اقتدار بخشیدن که دیوها رو بیرون کنن مریضان رو شفا بدن این هم آیه معروفیه که در واقع راجبی صحبت میکنه که یعنی از آیه 15 به بعده پس میبینی تا آیه 14 راجب بی ایمانیشون صحبت میکنه انجیل مرقس ببخش انجیل مرقس باب 16 تا آیه 14 راجع به ایمانیشون صحبت میکنه یه دفعه تو آیه 20 یه اتفاقی میفته میگه و ایشان رفتن با آیات و معجزات و یه هر جا بیرون رفته با هر جا موعظه میکردن خداوند با ایشان کار میکرد و با آیاتی که امرای ایشان بود کلام خدا رو ثابت میکردن میگه با آیات و معجزات بین آیه 14 و بین آیه در واقع 20 15 16 17 18 19 5 تا آیه چه اتفاقی داره میفته اینجا پنتیکاست اتفاق افتاده از بین ایمانیشون و بین آیات و معجزات این فاصله این گپ و این شکاف رو پنتیکاست اتفاق افتاده و به همین دلیل در واقع نگاه میکنین واقعا آدم هایی که ترسو بودن آدم هایی که در واقع به نوعی این همه بی ایمانی میکردن یه دفعه خدا در اینها کار میکنه برید در اورشلیم بمانید اگر واقعا میخوای خدا از تو استفاده کنه امروز به طور خاص میخوام دعا کنم خدا مس رهبری رو که بتونی خاندان تو خانواده تو تایفت تو عزیزان تو شهر تو دیار تو کوچه و محلت رو رهبری کنی رهبری یعنی تحصیل گذاری به زبان خیلی ساده کسی که میتونه یه نفر رو در واقع از یه جایی ببره یه جای دیگه به میگن رهبری از تاریکی ببرش به نور از افتادن تهیه چا بلندش که بیاره سطح زمین از جهنم بیارش به بهشت تو رهبرشی خیلی ساده میخوام دعا کنم مصح رهبری بیاره که اونهایی که تو تاریکی هستن رهبری کنی به سمت عیسی اونی که آزاده اسیر وقتی اسیر آزاد میشه تو رهبریش کردی روح خدا روح رهبریه ما خیلی چیزا رو دعا میکنیم خیلی عطایا رو دعا میکنیم و دعا میکنم امروز به طور خاص برای عطایا که همون سر جاد که هستی دریافت کنی اما خدا هست تو استفاده کنه شیطان میدونه کیا عطای رهبری و مست دارن اونها رو میخواد ببنده چون که از مس رهبری تو میترسه از قوت تحصیل گذاری تو میترسه تمام تلاش میکنه که تو تکون نخوری نتونی دیگران رو تحت تاثیر قرار بدی چون وقتی تو آزاد بشی با خودت بسیاری آزاد میکنی وقتی تو بلند بشی عده بسیاری با خودت بلند میکنی وقتی تو تبدیل بشی عده بسیاری با تو تبدیل میشن وقتی شروع میکنی شفا یافتن خدا از طریق تو شفاها جاری میکنه وقتی شروع میکنی به دویدن خدا از طریق تو هاللویا بسیاری رو خواهد دوانی. این کاری که روح خدا انجام میده به همین دلیل شیطان راهبران رهبران خیلی میترسه و امروز میخوام دعا کنم که قدرت روح خدا این ترس بشکنه زنجیرها باز بشه از پای رهبران از پای کسایی که در واقع خدا خواندتشون ترس دارن نگرانی دارن خود کمبینی دارن دعا میگه نه من نمیتونم میگه با خدا به تو داده من نمیتونم من ضعف دارم آخه من نمیتونم من نمیتونم صدای خوبی ندارم من نمیتونم حرف بزنم من نمیتونم اینو بکنم من نمیتونم این کار کنم به قدرت نام عیسی مسیح چون روح القدس بر تو آیت قوت خواهی یافت هی داری میگه نمیتونم نمیتونم دقیقا نمیتونی چون که با قوت روح بیاد میگه نه به قوت نه به قدرت بلکه با روح خدا آمین خدا رو شکر برای تواناییات خدا رو شکر برای استعدادات خدا رو شکر برای آنچه که داری هایی که داری و چیزهای زیادی که یاد گرفتی تو زندگیت، اما همه اینها رو بذار کنار حتی نداشته باشی قوت روح که میاد میتونید کارهای غیر ممکن رو ممکن بکنی آمین برای ایماندار همه چیز ممکنه امروز خدا این مس بر تو بریزه به نام عیسی مسیح که وقتی برمیگردی هللویا یه اتفاقی اونجا بیفته در اعمال باب دو میگه چون که در دعا بودن ناگاه زبانه های آتش بر آنها قرار گرفت سال گذشته راجع به اون یا چهار دو سال پیش بود راجع به ناگاه در واقع صدای از آسمان پیغام پنتیکاس درباره این بود ناگاه صدای از آسمان صدای وزش باد که میاد تغییر میده امروز تو قلبم هست که پیغام آخر این موزه راجع به آتش روح صحبت کنم راجع آتش روح القدس صحبت کنم راجع به آتشی که میاد و عمل میکنه آتشی که میاد زیر رو میکنه آتشی که میاد شما تصور کن میگه 120 نفر با هم دیگه جمع بودن یه طرف 11 تا شاگرد بودن از یک طرف هم 120 نفر با هم دیگه جمع بودن میگه ناگاه زبانهای آتش یا زبانهای همچون آتش یا مثل آتش بر سر ایشان بود جالبه اینجا نمیگه یه آتش بر سر همشون بود بلکه میگه که هر کدام از آتش خودشون دریافت کرده بودن و در واقع جنس این آتش یکی بود اما هر کس برای خودش این برای خودش داشت اینم برای خودش اینم برای خودش دونه بدونه همه شما آتش خودشونو خودتونو خواهید داشت چون که تبدیل شده بودین هر کدامتون هللویا به یک قدرتی که هر جا برید آتش خدا رو جاری بکنید بعضی مسیحا هستن کبریت بی خطرن دیدی کبریت بی خطر خب می نویسن کبریت بی خطر وقتی هم میزدی جرقش میدن آتیش میدن می بی خطر اینطوره اگه خطرناک بود چی کارش میکرده بعضی بی خطرن شیطان ازشون نمیترسه شیطان از کسی که بیداره شیطان از کسی که روشنه شیطان از کسی که آتش رو سرشه مس رو سرشه غیرت خدا در روشه. از اون میترسه شیطان از اینا میترسه و تمام سعیش رو داره میکنه که در واقع ایمانداران رو در واقع به سمت بی خطر بودن با منطقای خودشون با فلسفه های خودشون با چیزهای مختلف به سمت بی خطر بودن چرا چون که وقتی میدید پولو سرخواب بلند میشد شیطان میترسید میگه با دوباره این مرد بیدار شد روزمون سیاه شد میترسید میگه میخوابه آزادی ما تا خواب بودن راحت بودن دیفا اینا بلند میشن رسولان عذاب میگرفتن وقتی ایماندار بلند میشه شیطان بعد عذاب بگیره وقتی ایماندار بلند میشه دیوهای محله بعد عذاب بگیرن وقتی ایمانداران بلند میشه اونا بعد فرار بکنن این اون چیزیه وقتی رول قدوس بر تو آیت قوت خواهی یافت باید بترس از اسم تو از حضور تو جایی که روی خدا هست، اونجا آزادیه و این هر کدومشون یه آتش خاص خودشونو داشتن چون روح آید چون آتش خدا آید چون قوت خدا آید چون که مکاشفه خدا آید این آتشه که میاد عمل میکنه آمین تو عمل باب سه آیه یک به شیش میگه رفتن به معبد به و یوحنا میگه رفتن به معبد یه مفلوجی رو دیدن داستانش که میدونی نگاه میکنه میگه نگاه کن ما هیچی نداریم نه طلا نه نه زر داریم اما آتش داریم پاهای یخ زده ای تو به نام ایسا بلند شه. دست یخزده به نام عیسی گرم شه بلند شه قلب یخزده به نام عیسی گرم شه روابط یخزده گرم بشه رابطه یخزده با خدا به نام عیسی گرم بشه آتش روح خدا وقتی میاد عوض میکنه روابط سرد رو گرم میکنه روابط رو به پاشیدن رو کنار هم دیگه وس میکنه قدیما وقتی آتش رو میکردن تو ایران سر خیابونای سیگار فروش ها بود جمع میشدن یه فرمان نفرم رد میشد میرفت همه اونجا جمع بودن هر جا آتش بود قدیما ایرانی ها هم جمع میشدن همه مردم جمع میشدن میگفتن یا آتشه آتش جذب میکنه سرما پراکندگی میده هر کس میره تو لاک خودش حتی قدیما کرسی که میذاشتن همه جمع میشدن کنار همدیگه گرما و آتش باعث میشد همه کنار همدیگه باشن وقتی آتش رو خدا میاد ما کنار همدیگه با هم به قدرت عظیمی تبدیل میشیم و شیطان از این اتحاد میترسه میدونه وقتی دو نفر با هم متحد بشن همون یکیش کافیه با اون آتشی که رو سرش هست با اون مس روغنی که رو سرش هست کافیه که دخل ما رو در بیاره دوتا با هم بشن دیگه لشکر ما باید فرار بکنه شیطان از این که تو مزاحمشی ناراحته این خیلی خوبه که تو برای شیطان مزاحمتی بقول مرا شدی موی دماغش چپ میره با تو رو میشه راست با تو میره میشه اینو صادقانه برای جلال خدا میگم هاشا بر من که بخوام فخری بکنم یه شهادت فقط تو ایران دو نفر افتادن برای شفا آزادی و داشتن با یه نفر شفا آزادی میکردن و وقتی باش دعا میکردن جیغ زده بود من نه ایران بودم نه هیچ چیزی فقط این دو نفر از بچه های ما اونجا بودن گفت تو دست از سر ما وردارید من متنفرم از شما متنفرم از ایلام زنده متنفرم از کیسی جامعه متنفرم خودش کم بود همه ایران رو تکون داده در دا افتادن به جون ما جلالش مال خداست واقعا جلالش برای خداونده وقتی میخوام بگم این مال منی مال همه شماست همه ما خوانده شدیم اگر میبینی که با قوت روح خدا دیوها بیرون میرن هر آینه بدان پادشاه خدا و پادشاهی خدا و شاهزاده خدا اومده باید دیوها برن بیرون باید با حضور تو جایی برای دیو وجود نداشته باشه بترسه وقتی دیو زده میاد در کلیسا تمام سعیشو میکنه که شیطان ببرتش بیرون حالش بد میشه همیشه میگن بمون بمون چون که وقتی تو بمونی دیو میره بیرون اگر تو رو نتونه با خودش ببره بیرون پس خودش باید بره بیرون چون نمیتونه جایی که جلال خداست رو تحمل کنه اگه میبینی یه چیزی قلقلکت میده عذابت میده عصبی میشی بدون اینجا یه چیز نرمالی در تو نیست که داره عمل میکنه اما وقتی روح خدا میاد آزادی میاد امروز خدا قرار آزاد کنه خدا قرار بندها رو آزاد کنه زنجیرها آزاد بشه به نام عیسی خدا تو رو خوانده واسه فیس تو رو خوانده لطف خدا تو رو خوانده تو رهبر تاثیرگذاری بشی خدا میخواد از تو استفاده بکنه آمین ام. هللویا خدا از ما میخواد استفاده کنه این دعوتیه که خداوند ما رو براش فرا خوانده میخوام با هم دعا بکنیم یه شما رو از هلند شدیم مثل این کنسرت ها دیدی یه پیدا شد هلندیا او ماشینش هم. امروز میخوایم دعا بکنیم و الان وقت بذاریم هللویا به نام عیسی مسیح اوه اون آتش خدا هللویا هللویا اون آتش زبانه های آتش هر کدومو باید اون زبانه آتشی که مال توه هللویا شکر برای بغل دستی بقیه هم دارم میگیرم به ما اون چیزی که خدا قرار بر سر تو بریزه هللویا اون افکار تو هللویا از حضور خدا از اون جلال خدا از اون ابر جلال خدا پر باشه امروز دعا میکنم به نام عیسی مسیح قوت روح خدا بر تو سایه افکن بشه هللویا زندگی تو رو عوض کنه همونطور که به در واقع به شاول گفت به شخص دیگه ای تبدیل خواهی شد به نام عیسی آخه چطوری وقتی روی خدا میان قراری تو کاری بکنی فقط اجازه بده اجازه بده خداوند من, من خیلی تلاش کردم روانشناس رفتم کتاب خوندم مشاوره رفتم خداوند شکر بر خوبشون بد نبود اما هنوز درگیرم هنوز تو ضعفام هنوز تو اسارتام هنوز تو افسردگیام هنوز توی بدبختیام گیرم اما چون روح القدس بر آید دیگه مشاور رحم نمیخواد قوت عزت اعلی بر تو سایه خواهد افکن ما احتیاج به این داریم احتیاج هم که روح القدس بیاد هللویا کلام خدا میگه وقتی مس خدا اومد روی سامسون وقتی بسته بودنش با تناب میگه تنابها پاره شد هللویا وقتی این مس خدا میاد حضور خدا میاد تناپا پاره میشه زنجیرها میشکنه صدای شکستنش رو میبینی صدای دیوهایی که دارن جیغ میزنن در درونت که در واقع دارن نارامن به نام عیسی اوت تو هیچ جایی تو فرزندان خدا نداری مالکیت و حاکمیت ایسا رو بر تمام زندگی اعلام می کنم به نام ایسا هر گونه مالکیت و حاکمیت شیطان و دنیای تاریکی و جادوگری و پرستی و مذهب از زندگی تو می شکنم و فرما میدم دم بیرون هللویا شیشتون که سند مالکیت تو مال ایسای مسیح خداونده ممنون می خداونده هللویا بیا خداوند ای روح خداوند ای روح پنتیکاس ای روح تولد تازه ای روحی که میاد پر میکنی مست حضور تو میشیم خداوند هللویا دنیای ما رو در واقع تاریکی فرا گرفته زمینش خشکیده به بیابان و شورزار تبدیل شده احتیاج هست به اون شبنمی که از هرمون میاد هللویا بر صهیون احتیاج هست به اون باران روح خدا که وقتی میاد زمین ها رو هللویا خیس میکنه دعا میکنم به نام عیسی مسیح اون باران حضور تو خداوندا هللویا مس حضور تو به نام عیسی مسیح اعلام کن خداوند من منو آزاد کن پسر پسر خدا تو رو خریده هر که را پسر آزاد کرد به فعل آزاده اگه احساسات درگیره به نام عیسی دعا کنی روح قدوس خدا من من آزاد کن هللویا شکر برای کسایی که میان برای تو دعا میکنن اما کی بالاتر از روح خداست جایی که روح خداست اونجا آزادیه به نام عیسی آزاد شو به نام عیسی ترسد آزاد شو از خود کم بینیات آزاد شو از گذشته آزاد شو از تلخیات آزاد شو به نام عیسی ترسد آزاد شو از بی ارزش بودن آزاد شو به نام عیسی از از استرابات آزاد شو از شب بی خوابیات آزاد شو از دردات آزاد شو از بیماری آزاد شو به نام عیسی آزاد شو آزاد شو هللویه خداوند بیای خداوند بیا خدا روح تو بریز به نام عیسی کلیسای تو امروز آماده است هللویه که به قوت از علا راسته بشه هللویه امروز نیومدیم خداوند که یه علاقی پیدا بکنیم امروز اومدیم خداوند خودمون رو در تو پیدا کنیم امروز اومدیم او من اون شاهزادگیمون خداوند ها اون هویتی که در پسر تو عیسی داریم ما پیدا کنیم به نام عیسی مسیح خداوند هللویه خداوند ممنونی برای حضور تو بیا سخن بگو هد میان ما امروز گوش های ما را تقدیس کن خداوند سخن بگو هللویا با خادمت خداوند با رهبرانت با مسجده با فرزندانت سخن بگو نزدت سخن بگو با فرزندان ملاقات آن زندگی دو قسمت بشه هللویا از اینجا که بیرون بیرون به یه شخص تازه ای وقتی بلند میشی به شخص تازه ای تبدیل بشی

برای چی خوانده به نام عیسی مسیح اون صدایی که تو رو فرا خوانده بود که تو هستی و تو رو فرا خوانده که باشی و از تو استفاده کنه و یه چی بر ضد اون حرف میزنه که تو نمیتونی تو ضعیفی تو کم میاری تو خراب میکنی تو آبروت میره به قدرت نام عیسی باطل میکنم هر کلامی که میگه نمیتونی در قدرت نام عیسی هر که از گذشته تو به خاطر حقیر کردن تو به خاطر سرزنش کردن تو به خاطر تجربه تلخت ای به تو گفتن نمیتونی تو خرابکاری به نام عیسی باطل میکنم ای روح خدا بیاد خداوند تا اون هویت عیسی را هللویا به ما بشناسان ای روح خدا بیا هللویا دعا کنیم بگو خداوند از من استفاده خدا تو میدونی من در خودم نمیبینم اما اگه تو مرا صدا میزنی باور میکنم به صدای تو اعتماد میکنم بهت خدا من به من قوت بده به من پاور بده به من آتش بده به من امید بده من آزاد کن به نام عیسی مسیح زبان مرا تقدیس کن باز کن که حرف بزنم پاهای من رو باز کن که بدوم دستای من رو باز کن که عمل کنم ای روی خدا بیا و عمل کن به نام عیسی مسیح آزاد شو آزاد شد از هر چی که میگه نیستی هللویا پسر خدا اومد تا تو رو آزاد کنه اومد اعمال ابلیس آزاد کو کن. باطل کنه به نام عیسی مسیح هللویا بلند شو به نام عیسی بگو هستم بگو خدا من اگه تو میگی من هستم هللویا اعلام میکنم خدا من من هستم از من استفاده کن خدا نگیر نمیخوام به خودم نگاه کنم نمیخوام به حرفایی که شنیدم نگاه کنم نمیخوام به گذشتم نگاه کنم به نام عیسی خداوند ما رو بفرست تا خداوند از من استفاده کنی خدا خداوند آمین به نام عیسی هللویا همونجوری که نشستی در نام عیسی مسیح هللویا دعا میکنم هر کسی با هر دردی اومده به قدرت نام عیسی مسیح درد تو اینجا میذاری یا میری به پای صلیب عیسی به نام عیسی که با دردش از اینجا بیرون نمیره با مریضیش از اینجا بیرون نمیره به نام عیسی همه به پای صلیب عیسی هللویا شکسته شده و باطل اعلام میکنم شفای خدا رو بر تو اعلام میکنم بر هر دردی که داری مهم نیست درد چیه مهم نیست دکترها چی گفتن به نام عیسی این دردها به پای صلیب عیسی فرو بشینه به نام عیسی قوت حضرت اعلی بر تو سایه افکنده قوت حضرت اعلی بر تو به نام عیسی در قد بشو در قد بشو عزیزانی که از بیرون هستید و با اعلی نشستی و داری این وری بر با خاطر پادردت یا به خاطر کمر یا هر دردی که داری تو گوش کن به نام عیسی مسیح هر دردی که تو داری به نام عیسی به زخم عیسی شفا بیا در قد بشو به نام عیسی به نام یشوع و یا پسر خدای زنده که به زخمهای او شفا داریم به نام ایسا شفا بیاب به نام ایسا شفا بیاب هللویا روغن روح خدا به جهت شفا بر تو تطهین بشه به نام ایسا هللویا نپذیر درد رو رد کن به نام ایسا درد در از من باره بیرون اگر شبا کابوس ببینید به نام ایسا آزاد شو کابوس تو رو نمیپذیرم به نام ایسا بیخوابی داری به نام ایسا آزاد شد بیخوابی استراب داری یا تپش قلب داری به نام عیسی مسیح آزاد شو تپش قلب و استرابات در قدرت نام عیسی پسر خدای زنده هللویا

هدایت شدم برای آنانی که میگن خداوند و زندگی من رو به حساب بیار رو از من استفاده کن باور داری که خداوند تو رو به عنوان یک رهبری کسی که خانواده تو حرکت میدی کسی که تایفت رو حرکت میدی کسی که سرزمین تو حرکت میدی و باور داری که خدا تو رو براش فرا خونده به ترسات کار ندارم میخوام مس خدا رو بر تو اعلام کنم میخوام همچین عزیزانی که باور دارن که خدا برای تبدیل یک سرزمین اونها رو فرا خوانده برای قبیلهشون برای تایفهشون اون رو فرا خوانده خوانده شده که زندگی اطرافیانشون به واسطه او خدا به شما رویا داده به شما پیغام نبوتی داده و باور کردید هللویا که خدا از طریق شما زندگی ها را آزاد میکنه از طریق شما مریضان رو شفا میده از طریق شما اسیران را آزاد میکنه از طریق شما هللویا افتادگان را بلند میکنه از طریق شما خانواده های پاشیده رو خداوند قرار به هم بپیونده اگر کسایی هستید که این گونه هستید به نام عیسی مسیح هللویا میخوام در همین روح پرستش که داریم دعا میکنیم اگر بتونید آرام بیاید این وسط قرار نیست که خیلی طولانی من برای کسی دعا کنم فقط قرار مهر خدا رو بر تو اعلام کنم فقط مهر خدا رو یا حتی دستم بالا بکنی من سعی میکنم بیام اونجایی که هست میخوام به روح خدا تو رو تطهین کنم آنچه که تو دست بالا کردی هاللویا در حضور گواه آسمان در حضور فرشتگان آسمان در حضور هاللویا تخت جلال خدا در آسمان سوم به نام عیسی مسیح هللویا خداوند از تو استفاده کنه به نام عیسی مسیح نسل تو رو برکت بده نسل روحانی تو رو برکت بده فقط میخوام مس خدا رو اعلام کنم هللویا چون روح القدس بر تو آید آمین که قوت خدا بر تو خواهد آمد فقط نشانه دستگذاری یک نشانه یک مس یک علامت در حضور آسمان سوم اما آسمان دومم میشنوه که تو با این کار داری اعلام میکنی که شیطان خوب گوش کن اگه امیدی داری اگه فکر میکردی نقشه داری که یه روزی یه گوشه یه تار موی من یا یه گوشه ناخون من به تو میرسه کور خوندی امروز با این مس دارم به تو اعلام میکنم هیچ چیز من به تو نمیرسه چون تمام وجود من همچون قربانی زنده متعلق به ایساس هللویا میخوام سرود پخش کنید وقتی دعا میکنم به نام ایسای مسیح هللویا میخوام که لطفا بعد آهسته برید کناری که بقیه عزیزان بتونن دعا بکنن که در یک نظمی رو خدا کارش انجام بده هللویا دعا میکنم برای عزیزانی که از راه دور هستن به قدرت نام عیسی مسیح شما نیست همینطور بگید اول میخوام برای اونها خدافزی کنیم با عزیزانی که از بیرون هستن به نام عیسی مسیح که مس خدا روی تو باشه در قدرت نام عیسی مسیح خداوند بلند کسی که از راه دور مهم نیست خداوند سرزمین ما خداوند کجا هستند؟ الان در یه جایی هستن که شب مثل استرالیا یا صبح مثل کانادا و آمریکا یا بعد از داره مثل اروپا و ترکیه و ایران به نام عیسی مسیح هاللویا رهبری روح القدس رو بر تو اعلام میکنم و به قدرت نام عیسی از همین راه دو دستم و بر سر تو گناهاده و تو را مس میکنم به جهت تین کرده به جهت پادشاهی رهبرگونه که در سرزمین تاثیر بذاری به نام عیسی خداوند قلب تو رو عوض کنه تو رو آزاد کنه و به شخص دیگه ای تبدیل کنه هللویا روح خدا بر تو بیاد روح نبوت بر تو بیاد روح مکاشفه و حکمت بر تو بیاد و خداوند دست تو رو برکت بده که هر جا دستت دراز میکنی برای فقیر دراز میکنی برای بدبخت دراز میکنی برای خونواده دراز میکنی برای مریض دوام بر دراز میکنی برای یک اسیر دراز میکنی به نام عیسی دست تو برای برکت باشه برای بیمار شفا باشه برای اسیر آزادی باشه برای افتاده بلند باشه برای فقیر رحمت خدا باشه که به دیگران میدی سخاوت خدا باشی به نام عیسی خدا تو رو از آسمان و های آسمانش پر کنه که دهنده نیکو باشی هللویا ممنون می خدا من که سرزمین ما رو بلند داری میکنی اون هزار نفری که کلام تو میگه ایلیا نمیشناخت اما تو میشناختی این مرد باشون آشنا نبود اما با تو باشون آشنا بودی هللویا کسایی که جوره بر زانو نزدن جوره الله زانو نزدن جوره امام زاده زانو نزدن جوره رژیم جوره زانو نزدن جوره در واقع دو قدرت اطلاعات جو زانو نزدن هللویا به نام عیسی مست تو بر اینها جاری بشه از اونا استفاده کن خداوندا برای آزادی سرزمینمون هللویا روزی رو میبینم که خداوندا فرزندان تو خادمین و رهبران تو تو کوچه پس کوچه های ایران راه میرن دیوها تو خونه ها فریاد میزنن خلال جیغ میزنن یه مرد خدا اومده تو این کوچه یک زن خدا اومده تو این کوچه هللویا هللویا وقتی در خونه ای رو میزنید دیوها فریاد بزنن باید برن بیرون اونجا نباید باشن هللویا چون که مرد خدا در یه خونه رو زده یک زن خدا در یه خونه رو زده به نام عیسی مسیح خدا از شما استفاده کنه هللویا نسل روحانی شما رو نجات در پی نجات تبدیل در پی تبدیل هللویا نتونی فرزندان روحانی تو بشماری هللویا خداوند از زیر دستهای تو رهبران بلند کنه خادمین بلند کنه نسلی رو بلند کنه که هللویا بلند شد که زمانی که اگر روزی پیر شدی مثل هور و هارون زیر دست های تو رو بگیرن هللویا برای قوم شفاعت کنی و پیروزی خدا رو اعلام کنی ممنونیم این خداوند باش و گذاری به نام ایسا عزیزانی که راه دور هستن شما رو به خداوند میسپاریم تا هفته آینده اما ما با عزیزان هستیم در درون کلیسا هللویا خدا اندش رو گذارم میخوام این سرود رو پخش کنید به نام عیسی مسیح هللویا آتش روی خدا بریزد هللویا هللویا بریزد آتش رو به نام عیسی بریزد زد بریزد بری بریزد آتشد روح و بریزد بری بریزد آتشد بریزد زد روح و بریزد بری بریزد آتشد Berizat atashat berizat to berizat the berizat hold